شعر من هم روزگاری می رود از یادها، شعر من هم روزگاری می رود از یادها، می رود از یاد این دلتنگی و بیدادها. بارها با شعر خود فریاد آزادی زدم، بی اثر بود این غریب و تندر فریادها. ذره ای از ظلم ظالم کم نشد، ذره ای از ظلم ظالم کم نشد با گفتم، کم نشد از این تبهکاری و زین بیدادها. بانگ شوم مرگ در گوش است و من در حیرتم، بانگ شوم مرگ در گوش است و من در حیرتم، از چه رو در خواب خوش رفتند این دلشادها. روی ایران سایه افکنده است قرنی کوه غم، کوه کنها را چه پیش آمد، چه شد فرهادها. در قفس نالان چکاوک می چکد خون از پرش، بی خیال از این مصیبت این زبند آزادها. کی شود نابود خوی کینه ورزی دشمنی، کی به هم ریزد زرنج بردگی بنیادها. کوز خود بگذشتگی، کوز خود بگذشتگی، احساس همدردی کجاست؟ دشمن ناجی، دست ناجی بر غریب کو، چه شد امدادها. می کنم دل خوش چو گل پژمرده شد با زور و زر، می کنم دل خوش چو گل پژمرده شد با زور و زر، سبز ماند شعر من شاید چنان شمشادها. باشد این فکری عبث، باشد این فکری عبث، چون بهتر از من رفته اند در فراموشی 200 شاعر 200 استادها. من سر خود را دگر بیهوده نگذارم کلاه، می سپارم آرزویم را به دست بادها. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار و باگذشت و هم کار و هم بند و هم شانه ایران، برنامه در گذرگاه تاریخ رو از تلویزیون پس می آغازم. چامه ای که در آغاز برنامه شنیدید از دکتر مسعود عطایی بود. بارها و بارها من در برنامه‌ام گفتم حکومت دینی یعنی حکومت بیقانون، حکومت دینی یعنی حکومت بیقانون. چرا؟ چون به استناد حکومت دینی اون آقایی که اون بالا نشسته همه چیز دین رو بهتر میدونه، و چون دین مسلطه بر همه رفتارها و کردارهاست، بنابراین هرچی ایشون بگه همون خواهد بود. و بارها و بارها در ایران دیدیم که قانون مسخره است اصلا. الان شما ببینید دولت مجلس رو قبول نداره، مجلس دولت رو قبول نداره، بعد اون بالای آدم آخوند درجه دو نشسته یه نهیب میزنه که اینو تصویب نکنین، اینو تصویب کنین، اونو کنار بذارین. این چه قانونیه؟ این چه قوه مقننه است؟ این چه مجلسیه؟ حالا یه خبر جالبی رو براتون میخونم. میدونید که خب بالاخره بخش بزرگی از کارمندان دولت زن هستن، در همه جا، حتی در ارتش، در اداره گذرنامه، در وزارت بهداری، در دارایی، در همه جا، در آموزش و پرورش. حالا یه عده آمدن از حضرت امام دیگه، آیت الله و حجت الاسلام، اینا رو باید بذاریم کنار، امام خامنه ای استفتا کردن، درخواست فتوا کردن که این کارمندان زن و مرد که در ادارات کار می کنند آیا با هم اگر شوخی بکنند گناه داره یا نه. خنده داره ها. شما ببینید، اولا این مردکی که اون بالا نشسته از دیدگاه خود آخوندیسم هم که نگاه کنیم این آدم آیت الله نیست، چون آیت الله هایی که مرجع هستن و میتونن فتوا بدن در سیستم خود آخوندی
آیت الله هایی هستن که رساله دارن و این رساله ای که دارن مسائل معین، این نه آیت الله است نه رساله داره نه هیچی، ولی به هر حال ازش استفتا کردن چون حکومت بی قانونه. خبرگزاری حکومتی برنا می نویسه قسمت اعظمی از کارمندان و کارکنان شرکت ها و دولت ها و سازمان های دولتی را زنان تشکیل می دهند. خب این که خدمتتون گفتم. همچنین ارتباط میان زن و مرد نامحرم در محل کار یکی دیگر از شرایطی است که امروزه در محل این سازمان ها و ادارات به وجود آمده و گاه موجب شوخی بین آنها می شد. عجب جرم بزرگی، اینا با هم شوخی می کنن. وای کشور از دست رفت، اصلا همه چی رفت. امام زمان اینجا چی کاره است؟ چرا نمیذاره که اینا شوخی نکنن با هم؟ حالا این سازمان میگه فتوای مقام معظم رهبری را درباره شوخی زن و مرد نامحرم در محل کار جویا شدی. حالا استفتا کردن. سوال: حضرت امام خامنه ای، شوخی کردن بین زن و مرد نامحرم در محل کار بدون صدای خنده، خندم نیست، چه حکمی داره؟ آقا کارمند دولت به استناد قانون اومده اونجا کار میکنه، حالا دو کلمه هم شوخی کنه؟ مگه شما تو تلویزیون تو برنامه های شوخی برای گول زدن مردم نمیذارید؟ حالا جواب حضرت آیت الله امام خدا رو ببینید. ایشون جواب دادن به طور کلی ارتباط نامحرم که مستلزم مفسده یا خوف ارتکاب گناه شود جایز نیست. یعنی چی؟ یعنی زنها رو بیرون کنیم؟ آخه جایز نیست یعنی چی؟ خوف گناه، حتی اگر بترسید از اینکه مکنه گناهی رخ بده، این جایز نیست. اینجا که میگم حکومت دینی حکومت قانون نیست، اینه بر اساس قانون کارمندانی رو گرفتن، چه زن چه مرد، مثلا در بیمارستان ها. خب پزشکان مردن، یکی دوتا زن توشون پیدا میشه، نرس ها و پرستار ها هم زنن. خب حالا اگر آقای دکتر گفت خانوم حواست کجاست، مثلا من این پنس رو خواستم امشب میخواین لابد برید سینما، یادتون رفته، گناه بزرگه، شوخی کرده دیگه. حضرت امام، پیشوا، رهبر دستور دادن که نه جایز نی. خب جایز نیست یعنی چی مردک؟ یعنی اینا رو میخواین بیرون کنین؟ آخه یعنی چی جایز نیست؟ ببینید چه بدبختی دامنگیره ملت ایران شده. خبر دیگر، میدونید یکی از این رهبران سپاه، ایشون مثل این که در خارج از کشور مفقود الاثر شده، گم شده، اسمش هم نمیگم، فقط یه احمد اینجا اسمشو بردن به نام احمد. این آدم گم شده، حالا یا کشتنش یا دزدیدنش یا هرچی هست فعلا پیداش نیست. یه سرکرده سپاه پاسداران دیگر نامه‌ای یا پیامی رادیویی یا تلویزیونی برای اون آدم گم شده، اون سرکار سپاه و سردار سروار فلان پاسداران پیغام داده. ایشون به نام پاسدار سعید قاسمی، این آدمی که پیغام داده، در یک مراسمی که به مناسبت مفقود شدن اون بوده این پیام رو داده. تیترش، یعنی شاه بیت سخنش اینیست که امروز خط نبرد از جبهه به پشت خانه مقام رهبری رسیده. یعنی میگه جبهه اومده در گوش خامنه ای. این اقرار خودشونه. پاسدار سعید قاسمی در مراسمی که به مناسبت مفقود شدن پاسدار دیگری به نام احمد متوسلیان
پس مثل اینکه فامیلش هم معلوم شد. در بیروت ایشون رو در بیروت دزدیدنش، گم شده، حالا هرچی هست نیست. این آقای پاسدار سعید نفیسی به اون احمد متوسلانی پیغام، متوسلیان پیغام داده که توجه داده به قیام مردم علیه دیکتاتوری آقای خامنه ای. گفته احمد جان، احمد جان خوب شد نبودی و کاش هیچ وقت نشنوی و به گوشت نرسد که خط نبرد ما رسیده به خیابان جمهوری که فرماندهی معظم کل قوا هم از پشت خانه خود صداهای منحوس را میشنوند. بعد دیگه حضرت خامنه ای در گوشش فریاد مرگ بر خامنه ای میاد. احتیاج نیست که بیان جلوشو بگیرن و نذارن آقا بشنوه. باورت نمیشود اگر تو بودی قطعا جرأت نمیکردن به رهبری تو این کنن. پس فقط ستون اصلی اون آقا بوده که دزدیدنش. عجب ستونی. میگه تو اگه بودی مردم این جرأت رو نداشتن، تو اگر بودی قطعا جرأت نمیکردن به رهبر توهین کنن. احمد جان اگر بودی امروز جبهه در اروپا و خاورمیانه بود، نه در خانه خودمان و در کنار خانه رهبر. اون آدم خیلی پس مهم بوده. حالا که نیست، صدا و فریاد و جبهه رسیده پشت خونه خامنه ای. اگر اون بود جبهه میرفت توی مثلا بلغارستان و مجارستان و اینها. یه همچی آدمی به این عظمت رو که اصلا نادر زمانه دیگه، اینو چجوری دزدیدنش؟ حالا بپردازیم به رئیس جمهور. به گفته رادیوی فردا اوس محمد، چون خودش استاد میدونه ایشون بهش میگه اوس محمد. ببینید گهگاه نظر من درباره این آدم دگرگون میشه، درباره احمدی نژاد. گاه گمان میکنم بسیار پرروه، بسیار پررو. گاه گمان میکنم بسیار ابلهه. گاه گمان میکنم بسیار خیالاتی و توهمیه. یعنی تو عالم خودشه. یه روز دور سر من یک حلقه از نور تشکیل شده بود. همه مردمم، همه نمایندگان کشورام پلک نمیزدن، منو نگاه میکردن و محف سخنان من شده. حالا این فارسی درد میزده، حالا اونا چجوری محف شدن تا ترجمه میشده به گوشو میرسته خدا میدونه. بعد یه روز میگه از قول من میگن که دور سر من حاله از نوره، من که همچی حرف زدم. آقا فیلم شما دیدیم. حالا ببینید امروز چه دست گلی به آب داده. خبرگزاری دولتی ایسنا، ببینید خبر داخل ایرانه، احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی در ششمین همایش بسیج دانش آموزی استانها گفت خلاصه مأموریت جمهوری اسلامی به مأموریت‌های هر دو نهاد آموزش و پرورش و بسیج برمی‌گردد. یعنی میگه ما فقط وظیفه داریم بسیج رو گردن کلوف کنیم و آموزش پرورش رو هم پاک کنیم و افکار بچه‌ها رو شستشو بدیم. همه فعالیت‌های ما باید دلها و جانها را به سمت ولایت امامت ببرد. میگه فقط باید یک کاری کنیم که دلها و افکار مردم برن به طرف حضرت آیت الله العظمى امام جانشین خدا خامنه ای. و الا آقای احمدی نژاد گفتن ما باید یک کاری کنیم که دانش آموزان و بسیجی ها طوری با مردم رفتار کنن، طوری با اینها رفتار بشه که دلها و قلبها عاشق و شیفته حضرت خامنه ای بشه. و الا کارمان ابتر است. ابتر به زبان عربی یعنی بی نتیجه، دنبوریده، بی حاصل. حالا ایشون نمیتونسته بگه که بیهوده است، ابتر گفتن چون به هر حال عربی باید باشه. ابتر است و نتیجه ای نخواهد داشت. این رو آقای
رئیس جمهور افاضه سخن فرمودند. احمدی نژاد در ادامه افزود خیلی بد است که کسانی میگویند انقلاب در 31مین سال خود شکست خوردند. این کسانی که ایشون میگه دوستان خودشو میگه، برای اینکه جمله بعدی نشون میده که این سخن رو همون عوامل داخل رژیم دارن میزنن، اون عوامل درون بدنه رژیم. میگه خیلی بد است که به افرادی میگویند انقلاب در 31مین سال خود شکست خورده. البته انقلاب از آغاز شکست خورد، از همون زمانی که خمینی دستور کشتار و کشتار و کشتار داد مردم برگشتن، چون روحیه ایرانی زیاد با خشونت و کشتار و ددمنشی و بیابان نشینی عربی سازگار نیست. ایرانی بیشتر اهل رحم و مروت و گذشت و دوستی و اینها، به همین دلیل هم برگشتن. پس انقلاب از اون موقع شکست خورد، ولی اون پوشه پوشالیش که مونده بود و هنوز مردم دهانشون بسته بود، علیه اون بالایی ها جرأت نمی کردن حرف بزنن. این در 31مین سال این فتنه شکست. چرا شکست؟ خود آقای احمدی نژاد باعث شد. تقلب در انتخابات، آوردن یه آدمی که رأی نیاورده بود به جای اون کسی که رأی آورده بود. بنابراین مردک تو خودت عامل این شکست شدی. یعنی شکست گفتم بود، ولی در این مدت سرپوش روش بود، سرپوش برداشته شد. حالا تا اینجاش مهم نیست، حالا یه چیزی گفته. دوباره من این جمله رو میخونم برای که مربوط میشه به جمله بعدی. احمدی نژاد در ادامه افزود خیلی بد است که افرادی میگویند انقلاب در 31مین سال خود شکست خورده است. ما کجا شکست خوردیم؟ مأموریت ما نجات کل بشریت و کل جهان است. ما تازه در ابتدای کاری. خب اینجا اینو آدم پررویی میتونید بگید، ابلهی میتونید بگید، خیالاتی میتونید بگید، همه چی میتونید بگید. به نظر من هر ستاش هم هست. آخه ببینید چقدر پررویه. اون یه پاسداره میگه تا زیر گوش آقای خامنه ای فریاد مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای شنیده میشه. احمد جان اگر تو بودی ما الان جبهمون در اروپا بود، حالا که تو نیستی جبهه اومده پشت در خونه امام. اونه میگه، ایشون میگه ما کجا شکست خوردیم؟ ما تازه میخوایم دنیا رو نجات بدیم. ما کجا شکست خوردیم؟ مأموریت ما نجات کل بشریت است. ما در ابتدای راه هستیم، در ابتدای راهی که به این افتضاحی وای به انتهای راهت. من از دوست ارجمندم آقای مهندس سامان نصیری خواهش میکنم اون آگهی رو بگذارن، بعد از آگهی بیاید تو من راجع به اون سنگ قبر صحبت کن. بیگمان بینندگان از داستان سعید امامی شکنجهگر، دژخیم و مجری بیرحمی که سالها به دستور رفسنجانی و خامنه‌ای و فلاحیان وزیر جنایتکار اطلاعات جمهوری اسلامی آگاه هستند. این آقای سعید امامی آدمهای فراوانی رو با بدترین شیوه کشت. او بسیار خونسرد، بیرحمانه و خشن، تنها به دستور فلاحیان و فلاحیان هم به دستور رفسنجانی و خامنه‌ای فرزندان بیگناه ایران رو هر یک به گونه ای از میان برد. یکی رو در سنا کشت، یکی رو در خونش کشت، یکی رو در معلم یک مدرسه رو در کرمان فرستاده بودن که بکشن. در همون زمان فرزند 9 سالش وارد اتاق میشه. وقتی میپرسند از ایشون که آقا تلفنی میگن که این فرزند شما، میگه فرزندش هم بکشید چون شما رو دیده. شما میزان قساوت و سنگدلی رو بسنجید. به هر روی این آقای سعید امامی
همونست که بعد داروی نظافت رو خورد. این رو هم اضافه میکنم، حالا بعد به دنبال سخن خودمون میرسیم. این خوشخدمتی هایی که آقای سعید امامی کرد، که البته این اسم مستعاری هم داشته، شاید همین اسم مستعارش بوده، کار رو به جایی رسوند که آقا را کردن معاون وزارت اطلاعات. به علت آدم کشی های بیرحمانش آقا شد معاون وزارت اطلاع. کشتار ادامه داشت. از میهماندار شرکت هواپیمای ایرانر گرفته تا بیاید به بقیه افراد، تا میرسه به کشتار پوینده و مختاری و دوتا فروهرها، داریوش و پروانه فروهر. زمانی بود که آقای خاتمی رئیس جمهور بود. ناگهان ایران جوشید. بیش از 150 هزار تن فقط در تشییع جنازه فروهرها شرکت کردند. و خاتمی همونطور که گفتم چون رئیس جمهور بود به دنبال این پرونده افتاد. مصمم شد که دنبال کنه این کارو، برای اینکه گویا اطلاعی نداشته. آدم کشای دستاربند به دست و پا افتادن و سناریوی تنظیم کردند که مثل همیشه گناهکاران صدرنشین رو از معرکه دور نگه دارن، یکی دو نفر رو ظاهرا محکوم کنن و بعدش هم بهشون خونه و زندگی و مقرری و غیره بدن و سلسله رو بخوابونن. اما به یک دشواری بزرگ برخوردن. این دشواری این بود که آقای سعید امامی معاون وزارت اطلاعات بود، حالا فشار آقای خاتمی باعث شده بود که توجه بشه به این کار. خواستن سعید امامی رو بهش بگن، که یعنی رفسنجانی و فلاحیان و غیره، که آقا این تصمیم گرفتیم این کارو بکنیم این کارو بکنیم و یه عده‌ای رو چیز کنیم، شما عین این سخن بگو. گفته بود من هرگز این کارو نمی‌کنم، من به دستور مقام معظم رهبری این کارو کردم. گفتن اه آخه نمیتونی تو فرد بری؟ گفت نه من دروغ نمیگم، این کار این دستور ایشون داده، اگر دستور ایشون منو نباید اصلا تو سنجیم کنید، اگر شما معتقدید نیست ولی من میگم هست و چون دستور ایشون هست اصلا من شما رو قبول ندارم. خبر رسید به بالاترها، رفسنجانی و نمیدونم خامنه ای و غیره، نشستن چاره جویی کنن. آبروی نداری داشت میرفت. گفتن اعلام میکنیم که این دیوانه است، دیوانه شده. اگر یادتون باشه در همون موقع این زمزمه شد که یکی دو تن از این متهمان حالت دیوانگی و غیر طبیعی دارن، تعادل روانی ندارن. وضع پیچیده شده بود. گفتش که آقای امامی گفت من در دادگاه اینو خواهم گفت اگر از من بپرسید. وقتی اعلان کردن دیوانه است، دیدن سخنانی که این داره میگه اگر روز دادگاه بگه و به گوش مردم برسه روشن میشه که این آدم داره عاقله، داره دلیل میاره، داره حرف میزنه. این بود که تصمیم گرفتن اصلا این رو از میون بردارن. کار بالا گرفت چون مسلماً در دادگاه گندکار در میومد و اونقدر عرصه رو بهش تنگ کردن که یا خودش بر اثر ناراحتی های روانی که در جلوی چشمش با همسرش انجام دادن داروی نظافت رو ناگزیر خورد و خودکشی کرد، و یا به او خورانیدند داروی نظافت رو. بر روی هرچه که بود یک جنایتکار دیگری به سزای خودش رسید و پاداش اون ناراحتی ها و اون ستم ها و اون کشتارهایی رو که نسبت به مردم کرد گره. من از دوست ارجمندم آقای سامان خواهش میکنم اون عکس سنگ گور، بله ببینید این سنگ گور سعید امامی است. بالای اون به صورت نیم دایره یه خطوطی نوشته شده که متاسفانه خانه نیست،
ولی زیرش نوشته خدمتگزار صدیق یا خدمتگزار صدیق. این خدمتگزار صدیق چگونه خدمتی به رژیم کرده بود که اینجا نوشتم خدمتگزار صدیق؟ اگر این خدمتگزار صدیق بود تو زندان شما چی کار میکرد؟ شما که میگید خدمتگزار صدیق ما بوده، پس چطور در زندان بوده این آدم؟ آخه این با هم نمیخونه. از یه بر خدمتگزار صدیقه، از یه بر تو زندان بوده. چرا شما همسر این خدمتگزار صدیق رو آوردید در جلوی چشمش در برابر او صدها ناسزای چارپاداری و ناموسی و غیر ناموسی نثار همسرش کردید و به او شاید تجاوز هم کردید، یعنی به همسرش، تا روحیه این خدمتگزار صدیق رو خرد کنید و او رو به پایه خودکشی برسونید؟ این خدمتگزار صدیق به چه دلیل داروی نظافت خورد و خودکشی کرد؟ من خواهش میکنم اون عکس رو بذارید. بله. و خودکشی کرد. آدم عاقل که بیهوده دست به خودکشی نمیزنه، اونم با داروی نظافت. حتما در گرمابه زندان وسیله دیگری برای خودکشی نداشته، منتها گفته برای من داروی نظافت بیارید میخوام تمیز بشم. اینا از همه اینها گذشته، حالا اینجا میرسی به اصل مسئله. از همه اینها گذشته، از کی تا کنون با کدام منطق در کدام کتاب آسمانی در کدام رساله آخوندی در کدام روایت و حدیث از محمد و امامان اومده که خودکشی با داروی نظافت شهادت گفته میشه؟ اونجا نوشته شادروان شهید حاج سعید امامی. همه اینا هم حاجی هم. آخه شادمان شهید آدم خودکشی کننده که شهید بشه حساب نمیاد. اگه این شهیده نشون میده در راه حق بوده، پس تو زندان چی کار میکرده؟ آخه این همین یه تخت سنگ شیش جور زده نقیص توش نهفته شده. چطور شما یه آدمی رو که خودکشی کرده با داروی نظافت شهید مینامی؟ حالا جالب اینه که روی سنگ گور او نوشته شده علت شهادت، ببینید محل شهادت حمام، علت شهادت استفاده نادرست از داروی نظافت. علت شهادت رو شما ببینید. آخه شهادت یعنی جنگ در راه خدا، در راه آرمان، در راه میهن. علت شهادت، برای چی به این میگید شهید؟ استفاده نادرست از داروی، لغت نادرست هم جالبه، استفاده نادرست یعنی درستشو میدونسته ولی خب نادرست استفاده کرده. چرا؟ این دیگه استفاده اسمش نیست. خیلی سپاسگزارم سامان جان. بله، من یه دو نکته از این خونم، از خواهش میکنم از سامان جان که تلفن اتاق فرمان رو، اتاق پخش رو بگذارن روی پرده تلویزیون و برمیگردیم اینم سره. در حدیث منقوله که شخصی به خدمت حضرت صادق امام ششم رسید و عرض کرد من به هنگام خوردن طعام آزار میکشم. حالا آزار میکشم یعنی چی؟ معلوم نیست آقا چش بوده. حالا آزار میکشه برو دکتر، اومده پیش امام. حضرت فرمود بسم الله نمیگویی؟ گفت میگویم. باز آزار میکشم. حضرت فرمود هرگاه سخن میگویی بسم الله را هم میگویی؟ گفت بله میگویم. حضرت فرمود در موقعی که میخواهی بخوابی بسم الله میگویی؟ گفت نه. حضرت فرمود ها به این دلیل آزار میکشی. حالا هر چی اگه میگفت اون میگفت بله، این حضرت دنبال یه چیزی میگشت که این بگه نه. بعد میگفت بله. حالا اگر نمیگفت به هنگام دستویی رفتن بسم الله میگید؟ بله. اگه آری به هنگام اپل بالا اومدن آدید؟ بله. به هنگام اپل پایین رفتن میگی؟ بالاخره انقدر اینو یه جایی میکشون تا که نه بگه نه ها حالا معلوم شد تو برای همین آزار میکشی. الو بفرمایید. بله شما
خوبه؟ درود بر شما، بفرمایید. آقا دکتر انقطاع، این سوالی که من میکنم حتما کسای دیگه هم همین سوال دارن. چرا ناصر رو شما تشدید میذارین؟ من ناصر رو تشدید نمیذارم قربان. با حروف انگلیسی بله، با حروف انگلیسی دو تا اسم می‌نویسم، به دلیل اینکه اگر یکی اسم بذارم اس بین دو حرف صدادار واقع میشه، نیزر خونده میشه. همینطور که نادر رو با یه دی می‌نویسن آمریکایی‌ها نیدر میگن. در ضمن عبدالناصر اولین کسی بود که وقتی معروف شد و جنگید و فلان اینا، تمام رسانه‌های انگلیسی و جهان با دو اس نوشتن برای اینکه نیزر خونده نشه و ناصر خونده بشه. توضیحتون خیلی ممنون. خواهش میکنم. الو بفرمایید. درود بر شما. بفرمایید. درود بر شما. در این حدیثی که گفتین، یه زمانی یه نفر یه خاطره جوک آخوندی برای من تعریف کردش. اگه تلویزیونی هست بفرمایید. تلویزیونی. بفرمایید. گفتش افلاطون، گفتش که من افلاطون زمانم خیلی سوادم زیاده، ولی شنیدم توی ایران ملاها خیلی نابغه هستن. بذار من بیام ایران ببینم کسی میتونه منو از دسته علم و دانش بیرون بکنه، یعنی برتر از من باشه. بله. از ایران ملا رو آوردن، از روم افلاطون رو آوردن. افلاطون یونان بوده، از یونان آوردن. یونان بوده، بله. بعد این اومدش افلاطون یه دایره کشید، بعد ملا از طرف ایران اومد این دایره رو نصف کرد، بعد افلاطون رفتش یه دونه تخم مرغ آورد، ملا رفتش یه دونه پیاز آورد، بعد افلاطون گفت نه، این ملاها سوادشون از ما خیلی بیشتر بلند شدن رفتن. یعنی مشکل اون موقع هم زبان بود، نتونستن که این زبان رو چیز بکنن. بله بله. یکی که زبان جفتشون میرسید رفتش به افلاطون گفت چی شد که تو فکر میکنی شکل خودت؟ گفت من رفتم یه دایره کشیدم، گفتم این کره زمینه، این ملا اومد این دایره رو نصف کرد. این نشون میده که این ملا نه تنها کره زمینه میشناسن که به شکل دایره است، بلکه خط و استوار هم میشناسن که کره زمینه به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه. بعد رفتن از ملا پرسیدن گفتن تو چی شد؟ گفتش که گفت این آقا اومد یه دونه نون کشید به من، گفتش که میگه نون بخورم سیر میشم، من اومدم نونو نصف کردم، گفته من نصف نونو بخورم سیر میشم. سپاسگزارم، مرسی. بعد نه قسمت دومش اینه که رفتش افلاطون. الو الو بفرمایید. افلاطون رفتش تخم مرغ آورد، گفتش کره زمین شبیه این تخم مرغ ملا، رفتش کره زمین رو افلاطون گفت، رفت یه ذره پیاز آورد، گفت کره زمین بیشتر شبیه پیاز تا افلاطونه. بعد از ملا پرسیدن گفتن خب تو چی میگی؟ گفت رفتش گفت من نونو با تخم مرغ میخورم، من یه ذره پیاز آوردن گفتن من نونو با پیاز میخورم. این طرز تفکر آخونده، طرز تفکر اون کسی که سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. عرض کنم که اولا زمانی که افلاطون بوده در حدود 700-800 سال قبل از میلاد مسیح بوده، بنابراین هرگز به اسلام نمیخوره و به آخوندم نمیخوره. اسلام آخوند نداره، این شیعه است آخوند داره. بنابراین این ملا که میگن در این داستان‌ها، این ملا نصرالدین با یه نفر نماینده مثلا امپراتور رو اومده بوده صحبت کرده بوده گفته. بنابراین این یه توضیح میدم، طنز بدی نبود، ولی اصلا اون زمان آخوند و ملا و اسلام و هیچی نبوده زمان افلاطون. الو بفرمایید. درود بر شما. بله درود بر شما، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. من یه دوتا کلمه داشتم میخواستم بپرسم، البته بحث قشنگتون نمیخوام قطع کنم. دو تا کلمه هست به نام خلبان و ملوان، اینا از کجا اومده؟ تو ما که هواپیما نداشتیم، چطور خلبان داریم؟ بله بله. ملوان، اگه لطف کنید در این دو مورد توضیح بدید من خیلی تشکر می‌کنم. بله بله بله، بسیار خوب، حتما خدمتتون. اولا همیشه زمان تاریخ در برنامه تاریخ سوال زبان میشه، در برنامه زبان سوال تاریخ میشه. خلبان این رو فرهنگستان گذاشت به جای پایلوت، به جای راننده هواپیما. این خله بان بوده، خ و لام و ه و بان. خله در زبان کهن یعنی پارو، خلبان یعنی پاروزن، کسی که پارو میزنه. و چون اسمی رو میخواستن بذارن که فارسی باشه، این رو فرهنگستان خلبان گذاشت و هست. شما میتونید در فرهنگستان، در فرهنگ ها این رو ببینید، به خصوص فرهنگ
ده خدا و اگر فرهنگستان اون انتشاراتشو داشته باشید تو اون هم توضیح داده شده. ملوان یک لغت بسیجه، بسیطه، ببخشید از بسیط اسم نحس بسیج یادم میاد. خلبان ترکیبی بود ولی ملوان ترکیبی نیست. خلبان از خله و بان میاد که گفتم یعنی پاروزن، ولی ملوان یعنی کشتیران، یعنی کسی که کارش دریاست. این اسم بسیطه، این اسم چیز نیست، باز نیست که بگیم مله چیه، وان چیه، بان چیه، نه نیست، اونا نیست. الو بفرمایید. ملوان از خله و بان میاد. تلویزیونتون رو یواش کنید. الو الو تلویزیونتون یواش کنید. آقا انقدر تلویزیون شما بلنده که صدای من نمیشنوید اصلا. بفرمایید. الو بفرمایید. الو الو درود بر شما. درود بر شما آقای انقطاع. من از جماران تلفن میزنم و امروز چند روزی است که در اسپانیا مسابقه گاوبازی وجود داره. بله. البته من در خیابان جماران با دو گاو آقای سردار شخرخانی و آیت الله حفخجانی از گاوهای معروف ملاقاتی داشتم. ایشان میخوان با شما دو کلمه در مورد گاوبازی و رنگهایی که گاوها میبینن و یا نمیبینن اگر برای بینندگان شما خواهش. اگر زیاد به درازا نمیکشی بنده گوش میده. بله بفرمایید. ما گاوها وقتی که مردم را به هر لباس و رنگ و زرد و قرمز و سیاه و سفید میبینیم، ما آنها را همه سبز میبینیم و با آنها حمله میکنیم. بله بله تمام شد. الو بفرمایید. الو بفرمایید. الو بفرمایید قربان. تلویزیونتون رو یواش کن. درود بر شما. خسته نباشید آقای انقطاع. سپاسگزارم. میخواستم ازتون سپاسگزاری کنم بخاطر برنامه بسیار خوبتون. خواهش میکنم. بفرمایید. الو بفرمایید گوش میدم. میخواستم راجع به تاریخ، البته به این بخش برنامه شما نمیخوره، ولی در مورد تاریخ چون من برنامه شما رو گوش میکنم، در مورد تاریخ خیلی از چیزایی که دستگیرم شده از برنامه و کتابای شما مستقیم نخونه ولی از برنامه استفاده کردم. میخواستم در مورد تاریخ این 100 ساله گذشته از زمان مشروطه تا به امروز 300 ساله گذشته از بله شیری میان مطرح میکنن در مورد در دوران رضا شاه بزرگ. بله که ایشون یکی مستبد بودن و از این مسائل. بله خب من به زمان سال 57 که این دگرگونی پیش اومد 14 سال بیشتر سن نداشتم، ولی چیزایی که من شنیدم در مورد رضا شاه بزرگ خلاصش به این صورت، اگر ما امروز ایران داریم با این شرایط ارضی، بخش بزرگی رو مدیون زحمات رضا شاه بزرگ هستیم. حالا تو اون دوران یک سری شرایطی بوده که ایشون به هر حال اون روش رو داشته، حالا به عنوان یک آدمی که بهش لقبای مختلف میدن، ولی به نظر من رضا شاه بزرگ کسی بود که بزرگترین خدمت رو به ما ایرانیان کرد، حداقل در این سده که درش هستیم. بله. از شما خواهش میکنم. من توضیح میدم خدمتتون. حرفایی که آقای مدیری میفرمایند. بله. درسته در مورد تاریخی که ایشون میفرمایند در مورد رضا شاه بزرگ یا این که نه. بله. و ایشون در مورد دخالت‌های انگلستان اصلا اشاره نمی‌کنن، به ندرت اشاره می‌کنن. لطف کنی شما اگه در این مورد اطلاعات دقیق دارید خواهش می‌کنم. بله. عرض کنم قربان من یه نکته خدمت شما. بله. شما گفتید از زمان 300 سال پیش. از 100 سال پیش. بله. 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 نه صد مشروطه. از مشروطه. چشم جوابتون رو میدم. ببینید اولا من هرگز و هرگز نسبت به کارها و برنامه های همکارانم که همشون رو از خودم بالاتر میدونم دخالت نمی کنم.
این دوست ارجمند میتونست به زنگ بزنه به آقای مشیری و از ایشون بخواد، ایشون که عنوانی من که نمیدونم چی فرمودن، که ایشون هر چی گفتن خودشون جواب رو میدادن. این یکی. بعدم خود شما که نظر خودتون رو گفتید، خودتون گفتید ایشون فلان بوده، بیسار بوده، این کار کرده، اون کار کرده، بهترین کار بوده، اگه اون نبود ایران ما الان اصلا نبود و فلان. پس بنابراین خودتون نظرتون رو دادید، دیگه از من چه نظری میخواید؟ و بعد میگید آقای مشیری درباره انگلستان هرگز سخنی نمیگه. من فکر میکنم اگر آقای مشیری میخواستن درباره انگلستان صحبت کنن، اول باید راجع به دخالت جنرال آیرونساید انگلیسی صحبت میکردن که جنرال آیرونساید شاه رو بر ایران مسلط کرد و بعد شد اول نخست وزیر و بعد شد اعلی حضرت. بنابراین انگلیس ها در اونجا دست داشتن. البته بنده معتقدم که رضا شاه رو انگلیس ها آوردند، ولی ایشون نوکر انگلیس ها نبود، چون باید بی‌طرفانه قضاوت. در مورد شخص ایشون هم من فقط به طور خیلی خلاصه میگم، هیچ کس در جهان به ویژه هیچ رهبری نه 100% خوبه و نه 100% بد. منتها بعضی ها خوبیشون 99.5%، بدیشون 0.5%، بعضی ها بدیشون 99.5%، خوبیشون 0.5%. بنابراین ما نمیتونیم که چشم قدوسیت داشته باشیم نسبت به کسانی که هستن. بله، این در همین زمینه خدمتون من سخن گفتم و میریم بر سر سخنان بزرگان. ستمگران همچون آتشند، ستمگران همچون آتشند، نخست دست روشن کننده خود را می سوزانند. در تاریخ نگاه کنید، همین سعید امامی یکیش، سعید امامی مگه غیر از این بود که نوکر اینا بود، به خاطر اینها آدم می کشت، ولی خودشو کشتن. آهای خدمتگزارای صدیق، خدمتگزارای صدیق جمهوری اسلامی، سرنوشت آقای سعید امامی رو ببینید، ایشون هم خدمتگزار صدیق بود. دیدید چجوری جواب صداقتشو گرفت از جمهوری اسلامی؟ آینده های شما مثل همینه دیگه. سخن دیگر، دیکتاتور سازان مانند چارچوب روبناسازی ساختمان ها هستند. اون داربستی که میزنن که روکاری کنن ساختمان ها. دیکتاتور سازان مانند چارچوب روبنای ساختمان سازی هستند. هنگامی که بنا ساخته شد آنها را ور می چینم. سخن دیگر، این عادت دیکتاتورها و خودکامگان است که به هنگامی که خود را در خطر می بینند نخست چاپلوسان و کارگزاران خود را فدا می کنند. خیلی نمونه‌شو در دنیا دیدیم، در ایران خودمون هم زیاد دیدیم. به محض که یک دیکتاتور خودشو در خطر میبینه، اون متملقا و اون چارچوب هایی که به روش سوار بوده اونها رو فدا میکنه. سخن دیگر، بینندگان ارجمند من وقت دیگری ندارم، بنابراین با پوزش از شما نمیتونم تلفن هاتون رو دیگه جواب بدم، چون من فقط 3 دقیقه بیشتر وقت ندارم و 2-3 تا سخن دیگر رو من باید بگم. سخن بعدی، مادران با یک دست گاهواره فرزند و با دست دیگر جهان را تکان میدهند. برای اینکه اون بچه‌ای که تو اون گاهواره خوابیده بعد میشه مرد و چه بسا یهو یه نادر ازش ساخته نشه، یه بابک ساخته نشه، یه یعقوب ساخته نشه. اینا بنابراین مادران هستند که جهان را تکون میدن. در جنگ جهانی یکم وقتی که آلمان پیروز شد، یعنی پیش از اینکه جنگ تمام شه، آمد آلزاس و لورن فرانسه رو به خاک خودش متصل کرد. قبل از اون مادران فرانسوی موقعی که کودکان خودشون میخوابوندن در لالایشون میگفتن آلزاس مال توست، لورن مال توست و بزرگ شدی اینها رو باید پس بگیری. و همون بچه ها بزرگ شدن و در جنگ جهانی اول آلزاس و لورن رو پس گرفتن. پس بیهوده نیست که میگه مادران با یک دستگاه واره فرزند با دست دیگر جهان را تکان میدن. سخن دیگر،
شما اونقدر آزادید که به آزادی دیگران آسیبی نرسانید. شما اونقدر آزادید که به آزادی دیگران آسیبی نرسانید، وگرنه مفهوم آزادی رو با هرج و مرج اشتباه کرده اید. و سخن دیگر دیگه فکر نمی کنم بعد از این سخن وقت باشم. همیشه در سیاهی شب نطفه پگاه و بامداد بسته می شود. همون است که شاعر میگه پایان شب سیاه سپید است. همیشه در سیاهی شب نطفه پگاه و بامداد بسته می شود. با سپاس فراوان از دوست بسیار ارجمندم مهندس سامان نصیری و از شما بینندگان ارجمند و هم میهنان گرامی که روی خط آمدند، به خصوص اون نوکر آخوندها که خیلی هم لوس و بیمزه تشریف دارن، خیال میکنن خیلی هم بانمکن. وقتی خونه به من زنگ میزنه به قدری من خندم میگیره از شیوه سخن گفتن و نقدی که میکنه، برام دلم برای آخوندها میسوزه که چه کسانی طرفدارانشون هستن. به هر روی همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران.